سلام و درود و سپاس از اینکه بیننده و شنونده این نوبت از برنامه‌های آینده ایران هستید. در نوبت پیش قسمت اول گفتگو با آقای چنگیز امیری، دوست و هموند خوبم در جبهه هفته آبان رو شنیدید. در این نوبت ابتدا دنباله داستان ایشان رو پی می‌گیریم و بعد باز هم با تکیه بر تجربه‌شون، این بار به عنوان یک کرد ایرانی که خواهان تمامیت ارضی ایران هستند، روایت ایشان رو می‌شنویم. تجربه زندگی و سیر تحول اندیشه کسانی چون چنگیز امیری بیشتر به رمان یا داستانی میمونه که گویا فقط در کتاب ها میشه خوند. در میهن ما که نزدیک به نیم قرن است در یک دگرگونی تاریخی به سر میبره، چنین زندگی هایی خود پاره ای از تاریخ سرزمینمون هست. از اونجا که برنامه ما تکیه بر آینده ایران داره، تکرار عبارت گذشته چراغ راه آینده است در اینجا شأن نزول به جایی پیدا میکنه. آقای امیری در آستانه جوانی به زندان افتادن، سه تن از اقوام نزدیکشون رو در درگیری های آمل از دست دادن و دو تن از دایی ها و تنها خالشون به دست دشخیمان جمهوری اسلامی اعدام شدند. اما چطور و چگونه تحولی در سیر اندیشه و بینش ایران نسبت به آینده رخ داد که از اونجا به اینجا رسیدن، از ضدیت با پهلوی تا ایستادن در کنار جبهه هفته آبان، حمایت و پشتیبانی از شاهزاده رضا پهلوی و تعهد به ایران و ایرانگرایی. آقای امیری، به برنامه آینده ایران خوش آمدید. سپاسگزارم خانم شهرام طبری و دوستان و همکاران در این برنامه. ممنونم که دوباره من دعوت کردید. بله، در برنامه گذشته من یک گوشه ای از زندگی من رو یه مقدار طول کشید، ببخشید، این سری سعی میکنم خیلی کوتاهش کنم. فرمودید از من پرسیده بود سری قبل که چطور شد که من به این به اصطلاح شک کردم به این گفتمان گذشته خودم و فاصله گرفتم. خدمت رو عرض کنم، همون زمانی که بحث مسئله آمل پیش آمد، اولین جرقه سوال در ذهن من زده شد. من با مسئولم که به اصطلاح دایی من بود این گفتمان را آغاز کردم و گفتم که خب کاری که ما میخواییم بکنیم با کاری که چریکای فدایی در سال 50 انجام دادن تفاوتش در کجاست، که ایشان برای من نصیر توضیح داد. البته من مطمئنم خب قانع نشدم، ولی به هر حال این گفتمان آمده بود برای سربازگیری، آمده بود آورده بودن در درون تشکیلات که ما رو قانع کنن که بریم برای عملیات، که خب من دستگیر شدم ولی دوستان دیگری که تو حوزه ما بودن رفتن و متاسفانه که از همون دوستای ما جز 11 نفری بود که در آمل در اون استادیوم تیرباران شد. به هر حال اولین مسئله که بود این بود که این مسئله بود، ولی بعدها من دیگه وقتی دایا اعدام شدن و به قول معروف خودم تنها ماندم و مجبور شدم که بیشتر فکر کنم، به این نتیجه رسیدم که خب این گفتمان جنبش چپ، اصلا انقلاب ایران خواستش چی بوده. ما اولین تماشا کردیم که من دیدم که جریان چپ با تمام قد از سال 42 تا سال 57 کنار روحانیت ایستاده. یعنی یک سوالی که برای من مطرح شد این بود که اینها علارغم این تفاوت عظیم ظاهرن فکری چرا انقدر همیشه تکیگاه هم بودن، چطور به هم کمک کردن، چطور با هم اتحاد داشتن و اصلا چه بچه مشترکی میتونسته وجود داشته باشه. این مثلا این بچه مشترک خیلی مهم بود که چیه، اینجا باید یه بچه مشترکی وجود داشته باشه که اینها در کنار این نیروی ارتجاعی حاضرن بایستن، ولی در کنار حکومت پهلوی که علارغم همه صحبتایی که اونها میکنن اگه بگیم همش هم درسته، چرا در کنار این مدرنیست نیستادن؟ چرا حتی زمانی که انقلاب 57 پیروز شد اینها به جای اینکه بیان از اون دستاوردهایی که بالاخره حکومت پهلوی برای جامعه ایران آورده بود، مهمترینش آزادی زنان، چرا اینا اصلا دفاع نکردن از این آزادی زنان؟ چرا زنان رو ول کردن؟ و نه تنها ول کردن، بلکه حتی یه جورایی رفتن پشت جمهوری اسلامی وایسادن و اصلا اهمیتی ندادن و این دستاوردهای جامعه مدنی پایمال شد و از بین رفت. بعدها من دیگه میگم که شکل مطالعات من عوض شد و بعد رفتم سر این که دیدم خب این بحث جنبش چپ مسئله عدالته،
و وقتی مقایسه کردم بین آیا عدالت در جامعه خود ما بهتر رعایت شده یا در جامعه سوسیالیستی، دیدیم که در جامعه سوسیالیستی نه تنها عدالتی وجود نداشته، آزادی رو که قتل عام کردن، آزادی رو که کشتن، پایمالش کردن، هیچ نوعی از آزادی وجود نداره، عدالتی هم وجود نداره. این رو ما بعدها از دوستانی که فداییهایی که رفتن اتحاد شوروی و برگشتن شنیدیم که چه به قول معروف وضعیت وحشتناکی اونجا بوده. بعدها وقتی که من یه مقداری به اصطلاح به کلاسیکرها رجوع کردم، مثلا در کتاب ژان ژاک روسو قراردادهای اجتماعی، دیدم که مثلا یه جمله بود من خیلی تو ذهن من ماند، اینکه حکومت خوب حکومتی است که بنیادهای خوب درست میکنه برای جامعه. یا مثلا جرمی بنته میگه که مهم این نیست که شما چه فکر میکنید، مهم این است که از کار شما چه چیزی حاصل میشه. و من دیدم که حاصل کار پهلوی ها مدرن کردن جامعه ایران بوده و این بنیادهایی که درست شدن، این بنیادها عامل منفعه بودن، به کمک جامعه آمدن. مدرسه که درست شده، مدرسه برای همه مردم ایران بوده، بعد دانشگاه برای همه مردم ایران بوده و این جامعه رو پیش برده و این عدالته. یعنی در واقع عدالت اونجایی نیست که از یکی بگیری به یکی دیگه بدی، عدالت اونجایی در یک جامعه رشد میکنه و جامعه عادلانه تر میشه، اونجایی که امکانات جامعه به صورت مساوی در اختیار همه مردم قرار بگیره. و ما دیدیم که در زمان پهلوی ها واقعا این اتفاق افتاده بود. اولین سری دانش آموزان، دانشجویانی که به خارج از کشور فرستادن، یکیشون یهودیه، یکیشون ارمنیه. یعنی رضا شاه هیچ بین مردم ایران هیچ تفاوتی قائل نمیشد، هر کسی که استعداد و لیاقتش را داشت میفرستادن برای به اصطلاح چیز. بعد به هر حال این بود که من بعدها دیگه خب بیشتر مطالعات خودم که ادامه پیدا کرد، دیدم که خب مارکسیسم بیشتر یک سراب بوده تا یک به اصطلاح راه و روش برای زندگی. من تا اینجا فقط میتونم بگم. و بعد هم خانم تبری، من حداقل میتونم بگم 15 سال پیش، یعنی پیش از این که اصلا بحث مسئله واقعا به این شکل امروز که بحث مسئله دفاع از شاهزاده رضا پهلوی و خاندان پهلوی پیش بیاد، من حداقل میتونم بگم 15 سال پیش من مقالاتی نوشتم که در سایت خانم الهه بغرات گذاشتم، نه در روزنامه کیهان، در روزنامه، در سایت خود خانم الهه بغرات. بعد هم مقالات دیگری را که نوشتم در روزنامه کیهان، من به صراحت از خاندان پهلوی دفاع کردم و گفتم که علارغم همه خوبی ها و بدی هایی که وجود داشته، خاندان پهلوی خاندان ملی بودن، ایران را پیش بردن، جامعه ایران را آباد کردن، ما را از قرون و وسطا به دوران جدید آوردن و در واقع میشه بگی که انقلاب 57 در واقع ادامه همون مشروعه بود که متاسفانه هم در کنارش نیروهای چپ هم فعالانه ایستادن و این بلایی به سر ما آمد که امروز آمده. این به صورت مختصر من خیلی میکنم کافی باشه برای درسته. درسته، ما همه این همه ما، من خودم همین مسیر رو طی کردم. و بله بگذاریم، حالا من برای اینکه وقت بیشتری بمونه زیاد حرف نمیزنم، میریم سر موضوع بعدیمون. شما از اهالی استان کردستان ایران هستید ولی مخالف با تجزیه طلبی و خواهان تمامیت ارضی ایران هستید، ممکنه توضیح بدین چرا؟ خانم تبری، من اصلا کرمانشاهی هستم، خب خود به خود کرمانشاهم. اگه ما بخوایم کردستان را بگیم، یعنی کردستان را به صورت یک مجموعه کامل در نظر بگیریم، خب کردستان یک بخش شیعه نشین داره، یک بخش سنی نشین داره. در واقع کرمانشاه، قصر شیرین، ایلام، دهلوران، تا برسد به مناطق لکهای ایران، لکها تا برسد به منطقه لرستان، این منطقه منطقه شیعه نشین کردستانه. از سنندج به بعد منطقه سنی نشین منطقه کردستان ایرانه. قسمت ما، یعنی دوستانی که بحث مسئله کردستان را میکنن، در واقع من اینجا نمیخوام بحث مسئله مذهبی بکنم، ولی مذهب یکی از عاملهاییه که در جامعه نقش بسیار 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 مهمی را داره و هنوز هم داره. انقدر داره که آقای مصطفی هجری سال گذشته برای، با وجود اینکه خودش از رهبر حزب دموکراته، برای هموطنان همزبانان کردش در ایام عاشورا پیام تسلیت فرستاد.
این وضعیته. در واقع این قسمت از کردستان که گفتم قسمت شیعه نشین کردستان ایران هست، البته من که خودم آدم مذهبی نیستم، ولی قسمت شیعه نشین کردستان جمعیتش حداقل 60% تا 65% جمعیت، شاید تا 70% جمعیت کرد در این منطقه است. ولی احزاب کردی متاسفانه وقتی کردستان رو تعریف میکنن یه جوری تعریف میکنن که چون مردم ایران که همه آگاهی ندارن که کردستان کجاست، فکر میکنن که این کردستان مهاباد و بوکان و سردشت و ایناست، کنه در واقع مناطق بسیار بسیار کوچکی هستن. بعد هم من با بحث مسئله ملیت کرد و فارس و عرب و ترک و اینا مخالفم، به خاطر اینکه آنچه که اینها به عنوان ملیت به قول معروف تبلیغش میکنن یک المنت را میذارن وسط، یک المنت زبان را میذارن وسط و میگن این با این المنت ما ملت هستیم. این طور چیزی وجود نداره. اولا یک، کردستان یک زبان مشترک نداره. دو، کردستان یک دین مشترک هم نداره. و بعد هم اصلا با زبان هیچ جای دنیا شما ملت رو تعریف نمیتونید بکنید. ما نزدیک 30 تا کشور عربی داریم که هیچ اینا به خودشون نمیگن ملت عرب، به میگن امت عربی. یعنی در واقع اون المنت مذهب رو میذارن وسط، با المنت مذهب به خودشون میگن امت عربی، ولی به خودشون نمیگن ملت عرب. بعد ما یه کشوری داریم به اسم لبنان. در کشور لبنان مردم همه عربن، ولی لبنان اصلا ملت نیست. شما ببینید لبنانی همدیگر قتل عام میکنن، همدیگر میکشن. به همین دلیل گفتمان ملت با زبان اصلا کاملا غلطه. یعنی اصلا من موافقش نیستم، چون خدمتتون عرض کردم در کردستان ما 4 تا زبان اصلی زبان کردی داریم که تقریبا نمیشه بگه همدیگر متوجه نمیشن. مثلا زبان مادری من زبان کردی هورامانیه که مردم پاوه و یه مقداری کردستان، یه بخشی از کردستان به این زبان صحبت میکنن که واقعا وقتی ما به این زبان صحبت بکنیم تقریبا میشه بگی کردهای دیگه اصلا متوجه نمیشن ما چی میگیم. این یکی. دوم بس مسئله مذهبه. یعنی مثلا در کرمانشاه زمانی که در کردستان جنگ شروع شد، اون جنگ به سال چه شروع شده، اصلا در کرمانشاه و ایلام و قصر شیرین و این مناطق هیچ توجهی به این جنگ نشده. یعنی در واقع جنگ فقط در اون منطقه بوده، ملاحظه می‌فرمایید؟ بعد هم ما در کلیت تاریخمان هیچ وقت نداشتیم که کردها مخصوصا، ببینید بزرگترین ایلات کردهای منطقه در کرمانشاه هستن. بزرگترین ایل تمام داخل ایران ایل کلهوره. ایل کلهور رهبرش داوود خان کلهور بوده که در زمان مشروطه 2 بار به نفع محمد علی شاه وارد جنگ شده. داوود خان کلهور میخواست، یعنی این چیز درش بوده، این به اصطلاح زیاده خواهی درش بوده که وقتی شاه ایران بشه، ولی هیچ وقت نخواست کردستان را از ایران جدا بکنه. میگفته وقتی که کریم خان زند شده شاه، چرا من شاه نشم، منم میتونم شاه ایران باشم. این زیاده خواهی درش بوده، ولی هیچ وقت این بحث نبوده. در به همین دلیل خدمتتون عرض کنم، من اصلا با تعریفی که دوستان از مسئله کرد به اصطلاح کردستان میکنن و ملت کرد 100% مخالفم. ملیت با زبان تعریف نمیشه، با دین هم تعریف نمیشه. اگر حتی با اینها هم باشه، کردها این را در مجموع ندارن. بعد هم گفتمان تجدید طلبی از خارج از ایران وارد کردستان شده. یعنی در واقع اولین باری که بحث مسئله تجزیه در کردستان شده زمانی بوده که شوروی ها اون مناطق را تحت اشغال داشتن و دولت مرکزی اونجا نبوده. بعد از کردستان عراق یک حزبی بوده به نام از هیوا که به اسلام اینها برنامه‌شان کردستان بزرگ بوده. یک نفر از اونجا به نام میرحاج میاد داخل مهاباد، با 11 نفر از مهابادی ها صحبت میکنه و این برنامه، یعنی در واقع برنامه بعدها حزب دموکرات کردستان، تمام و کمال از کردستان عراق آمده. یعنی اصلا تمام اساسمون برنامه از اونجا آمده. بعد هم دولت مرکزی وجود نداشت و شوروی ها هم که میخواستن ایران رو تجزیه بکنن. پس بنابراین این اصلا، و بعد هم مردم دیگر مناطق کردستان ایران که حمایتی نکردن از این مسئله. ما مردمی هستیم که در درازای تاریخ مردمانی با زبانها و با ادیان دیگر از
از سپیده دم تاریخ ایران در کنار هم بودیم، در کنار هم زندگی کردیم و هیچ جنگ قومی در مملکت ما وجود نداشته. ما همه مردم ایران با هم ملت ایران هستیم. ایران مال فارس ها نیست، مال هیچ کس نیست. اصلا شما تماشا بکنین مشروطه رو کی به ثمر رسانده؟ بار مشروطه به عهده تبریزی ها بود و بختیاری ها لشکر کشیدن آمدن رفتن تهران و به قول معروف دولت مشروطه رو برقرار کردن. این گذشته تاریخی ایرانه. حالا من نمیدونم اگه به سوال شما جواب دادم یا ندادم. اگر بله بله بسیار خوب و درست جواب دادین. حالا یه وقت کوتاهی داریم. میدونین خیلی بعضی از کردها یا اقوام ایرانی دنبال فدرالیسم هستن. چرا اون رو قبول نمی‌کنین؟ البته من قبول ندارم، چون فکر می‌کنم فدرالیسم مقدمه تجزیه طلبیه. ولی شما نظرتون چیه؟ ببینید میشه خیلی اسما براش گذاشت. جالب اینه که ایران در درازای تاریخش ملت بوده. هگل توی درس گفتارهای تاریخیش میگه که اولین دولت ملت دنیا ایرانه، به دلیل اینکه این در این در این چهار در این جغرافیای تاریخی مردمان متکثری زندگی میکردند با دینهای متفاوت و با زبانهای متفاوت و دولتی به وجود آورده بودند که این دولت همه اونها رو در بر میگرفته. پس بنابراین ما در درازای تاریخ اول ملت بودیم. به قول دکتر جواد طباطبایی میگه که ما ملت دولت بودیم بدون اینکه اسمش را بدانیم، اسمش را نداشتیم ولی ما ملت دولت بودیم. خب حالا شما یک دولتی را بعد فدرالیسم، من حالا میگم بحث فدرالیسم، دولت های فدرالی چطوری به وجود آمدن؟ مثلا دولت فدرال آلمان، دولت فدرال آلمان که اولا همه مردم آلمان که اولا زبان آلمانی دارن، بعد اینها دولت های کوچکی بودن محلی که اینها با هم متحد شدن دولت، یک دولت بزرگتر به وجود آوردن. آلمان 16 تا فدرال دولت کوچیک داره ولی یک دولت بزرگتر داره. بعد مثلا سوئیس هم همینطور، یعنی اینها دولت‌های قبلی نبودن، اینا به هم متصل شدن یک جامعه رو به وجود آوردن. آمریکا هم همینطور. بعد جالب اینه که دوستانی که بحث مسئله فدرالیسم رو میکنن میگن که این چارچوب جغرافیایی رو اول مشخص بکنیم، بعدش هم هر کدام از این فدرال‌ها باید مثلا ارتش خودشان را داشته باشن. شما در کجای آلمان مثلا میبینید که مثلا ایالت نوردرین وستفالن، اونجایی که من زندگی میکنم، مثلا یه ارتش جدا داشته باشه؟ ندارن که. یه دولت یه ارتشی هست مال همین. یعنی ببینید وقتی این بحث اصلا کلا بحث از ابتداش غلطه، به خاطر اینکه دوستانی که این بحث را مطرح میکنن، بعد شما، من بارها به دوستای فدرالیست گفتم آقا شما هر کدامتان روی نقشه یه جایی رو مشخص کردید، میگید اینجا این مثلا آذربایجانه، این کردستانه، این لرستانه، این نمیدونم منطقه بختیاری هاست. شما هر کدامتان یه توی نقشه ایران جای خودتان رو مشخص کردید. حالا بیایید این نقشه ها رو روی هم بذارید ببینید چطور تو هم فرو میره. یعنی یه بخش بزرگی از آذربایجانی که اونا کشیدن میفته تو کردستان، یه بخش بزرگی از کردستانی که اینا کشیدن میفته تو آذربایجان، یه بخش بزرگی از منطقه لورها میفته تو منطقه مثلا، یعنی اصلا خودش این یعنی جنگ داخلی، یعنی سر هر دهی سر هر کوچه اینا باید به قول معروف هزاران هزار نفر آدم کشته بشه تا مثلا فرض کن این منطقه جغرافیایی درست بشه. بعدم خانم تبری، ایران به صورت طبیعی فدرالیسته. ما داله. استان آذربایجان داریم، استان کردستان داریم، استان فارس داریم، استان کهگیلویه و بوی رحمت داریم. هیچ جای این منطقه شما چنین تقسیمات جغرافیایی را نمیبینید. هیچ جای منطقه. ببینید در ترکیه حتی کردها را به رسمیت نمیشناسن. در سوریه به رسمیت نمیشناسن کردها را. هر جای دنیا که کردها مشکلی با حکومتشان پیدا میکنن میان داخل خاک ایران، برعکسش اتفاق نمیفته. یعنی کرد ایرانی فرار نمیکنه بره ترکیه، درست؟ یعنی این در واقع میشه اینجا مادر تمام منطقه است. یعنی ما یه کسی داریم به نام نوری پاشا که زمان در دولت ترکیه ایشان علم استقلال برد، یکی از جنرال های عثمانی بوده و علیه دولت ترکیه اقدام میکنه و میخواسته استقلال به دست بیاره، شکست که میخوره میاد داخل خاک ایران. 44 سال در ایران زندگی کرده، در خیابان چهارراه استانبول هم زندگی میکرده، همین زمان بعد از انقلاب هم در ایران فوت کرده و در ایران هم با خاک سپرده شده. یا مثلا همین خاندان کی، بارزانی ها در
کرج زندگی میکردن، یعنی داخل خاک ایران آمده بودن. برعکسش اتفاق نیفتاده. من واقعا دوست دارم که دوستان کرد ما به این تفرقه دیگه بیشتر از این دامن نزنن. ایران یک کشوری کثیرال زبان، کثیرال ادیان و جغرافیاش را از هم جدا کردن تقریبا غیر ممکنه، مگر اینکه ما بیفتیم به جان هم همدیگر را قتل عام کنیم. بهترین چیز برای ما درست کردن یک دولت فراگیره که این دولت فراگیر همه ایرانی ها درش متساوی الحقوق باشن. اگر دولت ایران قرار شد بعداً پادشاهی باشد، خب پادشاهی باشد، خب ما یه پادشاه داریم، بعد نخست وزیر داریم. نخست وزیر میتونه کرد باشه، میتونه ترک باشه، میتونه عرب باشه. همین الان رئیس جمهور مملکت یه ترک زبانه. ملازم فرمان، یعنی ما با هم مشکلی نداریم. اگر کسانی که به قول معروف میخوان دولت برای خودشان درست بکنن دست بردارن، مردم ایران بلدن با هم زندگی بکنن به نظر من. دقیقا. خب شعار مردم ایران در انقلاب زن زندگی آزادی این رو ثابت کردش. مردم کردستان اومدن، مردم زاهدان اومدن بیرون، مردم بختیاری اومدن بیرون، مردم گیلان اومدن بیرون، گفتن از این سوی ایران تا اون سوی ایران جانم فدای ایران. به هر حال اون چه که برای آینده ایران هست، یک دموکراسی سکولار، یک کشور که همه با هم باشن، مردم با هم در صلح باشن، با همسایه ها و با دیگران هم در صلح باشن. و این افکار چپ واقعا شکست خورده رو کنار بگذارن. البته که عدالت خواهی، داد خواهی بن و اصل ایرانی بودنه. ایرانی دادخواه هستش. این احتیاج به کمونیسم نداره که بیاد عدالت رو بخواد برای ما بذاره. ما در فرهنگ و در گذشته خودمون تمام این مبانی رو داریم. انقلاب مشروطه هم نشون دهنده قبل از که این انقلاب منحوس اکتبر در همسایگی ما اتفاق بیفته، انقلاب مشروطه ما تمام اون مؤلفه های دادخواهی، تمام اون مؤلفه های برابری، آزادی، اینها رو در خودش داشت. منتها چپ اومدش. واقعا من البته میدونم بعضی به من میگن تو هرچی همه چی از چشم چپ میبینی، ولی واقعیت واقعا ما نمیتونیم منکر این بشیم که چپ مملکت ما رو یعنی تفکر کرده، یعنی قطنمای جامعه رو مونده. خانم تبری، من یه چیز دیگری هم اینجا خدمتتون عرض کنم. یه به قول معروف بله کوتاه میگم، یه اتفاق دیگری هم که افتاده، ببینید مثلا دوستان احزاب کردی میگن جمهوری اسلامی کرد میکشه یا بلوچ میکشه. نه، جمهوری اسلامی کرد میکشه، بلوچ هم نمیکشه. جمهوری اسلامی از همه مردم ایران میکشه. جمهوری اسلامی سنی میکشه، کرد سنی میکشه، کرد شیعه. مثلا الان شما نفر دوم مجلس ایران آقای عبدالرضای مصری، خب کرمانشاهیه، نفر دوم بله. پارلمان ایرانه آقای بله. مسئله جنگ دینی هستش. بله حسین الله کرم که سردسته لاتای آقای خامنه ای کرمانشاهیه بله. یعنی خدمتتون عرض میکنم این که میگن نمیدونم شما کرد باش، شیعه باش، دوازده امامی، ولایت فقیه هم قبول داشته باش، بالاترین مدارج حکومتی رو بهت میدن. درست. ولی به یک کرد سنی وقتمون دیگه اینجا تموم شده، باید برنامه باشم. رو ببندم. از شما تشکر میکنم باشم. سپاس از بینندگانمون، از همکارانمون در تلویزیون ایران فردا. تا نوبت بعدی با شما بینندگان و شنوندگان این برنامه خداحافظی میکنم. شب و روز خوشی براتون آرزو دارم. من هم برای شما آرزو دارم.